در سمت چپ همینطور که مشاهده میکنید میتونید سایز های مربوط به داکت رو اینجا ببینید. حالا سایز های مربوط به داکت رکتنگولار اینجا وجود داره. حالا اگر شما بخواید سایزی رو اینجا اضافه کنید از 150% تا 2000-1200 این سایز هست. فقط یک لحظه ما بریم تنظیمات دیفالت نرم افزار رو ببینیم تا برگردیم. فقط نکترم بهتون بگم، خب این رو ببندم. اونایی که حالا بحث مقدماتی رو گذرانده باشن و همینطور متوسطه میدونن که تنظیمات مربوط به سیستم HVAC از قسمت سیستمز قسمت اینجا HVAC این فلش رو میزدیم یا شرطی MS تنظیمات رو به داکتا میومد. اینها تنظیمات پیشفرض نرم افزاره که اینجا حالا رکتنگولار رو داریم از سایز 75 شروع میشه تا سایز خدمت شما 2400. خب نحوه اضافه کردن رو اینجا ما یاد گرفتیم، متوجه شدیم چطور اضافه کنیم و حالا ابزارهای دیگه که داره. و نکته دیگه که لازم بگم، موقعی که شما میه داکت رو انتخاب میکنید یه سری اینجا داکت داریم که اینها هم پیشفرض نرم افزاره و آشنایی داریم. خب از قسمت Magical Ventilation، حالا این موضوع رو میگم برمیگردیم، میخوام یه چیزی رو بهتون حالا تذکر بدم. اینجا میخواییم داکت ترسیم کنیم، کافی اینجا داکت رو انتخاب کنید. داکت هایی که حالا حتی ما توی پروژه داریم اینجا هم میتونید شما ببینید، یه جوری با نرم افزار روید در ارتباطه. حالا همه چیز هم داخل خودش نداره، یه سری حالا اندازه ها رو ببینید از سایز 75 تا 2400 این اندازه ها رو از پیشفرض داره میخونه. حالا شما این اندازه ها رو میتونید داخل پیشفرض اضافه کنید یا پنجره مکانیکال سیتینگ، یا اینکه نه بیاید مستقیم از قسمت مجیکد وارد کنید. این امکان رو برای شما گذاشته. به خاطر همینه که من حالا جلسات قبل گفتم که خود این حالا پلاگین خودش یک نرم افزاره، لازم نیست برای تنظیمات ترسیماتی بیاید و از تنظیمات مربوط به خود رویت استفاده کنید. همین از داخل خود مجیکد هم میتونید همون کارا رو انجام بدید و خیلی چیزای اضافه دیگه‌ای که با جزئیات بیشتری وجود داره که حالا برمیگردیم و توضیح میدیم. فقط خواستم ارتباط این دوتا رو بهتون بگم که ارتباط مستقیم دارن و کاملا جدا نیستند. خب برمیگردیم قسمت Magical Comment. این حالا قسمت دیتا ست رو هم ما مودیفایش رو کار داشتیم دیگه، اینجا با مودیفای کار داشتیم. حالا این مودیفای هم اینجا دارید شما، تب Magical Ventilation. همین پنجره رو بزنید، ابزار رو انتخاب کنید، همین پنجره باز میشه، چیز خاصی نیست. خب من مجددا میام اینجا کلیک راست میکنم یا دوباره کلیک راست دیتا ست پراپرتیز یا دوباره کلیک میکنم. خب برگردیم توضیحات ادامه بدیم. حالا من چطور اینجا سایز اضافه کنم؟ سایز اینجا دیگه متفاوته، میخواید اضافه کنید با اون چیزی که پیشفرض نرم افزار هست متفاوته. یعنی شما باید بیاید اد رو بزنید دقیقا مثل همینجا. مثلا من سایزی که میخوام، یه سایزی که اینجا نداریم، مثلا چه سایزی؟ سایز 150x50 رو مثلا نداریم، یا 200x50 فرق میکنه. ادو میزنیم، اینجا من تایپ میکنم 200. خب ستاره که نمیتونیم بذاریم، میایم اینجا از علامت X استفاده میکنیم. من از اینجا X رو بذارم به این شکل و یک اسپیس میزنم 5. حالا اینجا اضافه شد 200x50 اضافه شد. حالا این سایز رو هم من دارم. خب بخاطر همین میگم کاملا متفاوته. خب سایز رو که اینجا اضافه کردید، میایم قسمت، این قسمت داکت سایزز بود که از اگر هم نخواستید دیلیت میکنید. مطمئنی که میخواید دیلیت کنید؟ بله. قسمت پروداکت پروتری لیست، اینجا قسمت داکت بند نوعش وجود داره. داکت بند همون حالا زانویی میشه دیگه، را بندم بهش میگن، که حالا شکل‌های مختلفی داره. پروداکت قسمت مجیب اینجا داریم، حالا اون پیشفرض خود مجیکد دیستریبیوشن توضیحات رو داریم که مستطیلی هست.
مثلا برای دات جوینت هم مستطیلی هم شورت، یعنی کوتاه است، که حالا متفاوت هست این جوین ها. خب شیپ مستطیلیه، بعد قسمت ساب تایپ رو که داریم inside round or segmented outside shape sharp. خب حالا میگه دیگه، میگه این قسمت داخلیش حالا به صورت دایره ای یا اینکه به صورت سگمنت هستش، قسمت خارجی اون هم حالت شارپ هستش. خب حالا این قسمت، این هایی که من اینجا دارم اینا پیش فرض. خب یه چیزی من میخوام اینجا اضافه کنم که اینجا نیست، میگه چیکار میکنیم؟ بر فرض مثال من میخوام داک بند اضافه کنم، میگم اینجا اد بند رو میزنم از قسمت منیج پروداکت، اد بند رو بزنید، الان وصل میشه به اینترنت، حتما اینترنتتون باید فعال باشه. قسمت براوز، سرچ و سیتینگ. حالا اگر نخواستید فعال باشه اینترنتتون، کافیه بذارید روی لوکال، یعنی بیاد از لوکال بخونه. لوکالمون کجاست؟ سی پروگرام دیتا، این آدرس هست، قسمت پروداکت. حالا این آدرس رو با هم ببینیم یه لحظه، ببینیم اینجا چه خبره. خب من یک پنجره باز کنم. خب درایو سی پروگرام دیتا ماجیکاد رو اینجا پیدا کنم. ماجیکاد آر اس. خب قسمت کجا بود؟ قسمت پروداکتس. من پروداکتس رو باز کنم پوشش. ببینید با این پوشش زیاد سر و کار داریم. اینجا حالا جنریک داریم، جنریک حالا من کلی رو داریم و قسمت های دیگه که با فرمت پی، که با فرمت کیو پی دی هستش. خب اگرم نخواستید اینا رو که اضافه کنید یواش یواش اینجا اضافه میشه ها، اگر شما دانلود کنید یواش یواش اینجا اضافه میشه. من فعلا کلود میذارم آنلاین دیتا سیت باشه، میام قسمت جنریک یا جنریک داک سریز یا مانیوفکچر داک سریز، حالا برای کارخونه سازنده اینها بند ها هستن. ببینید شکل مختلفی داره، حالت میترد، حالت رادیوس و حالا شکل هایی که دیگه اینجا وجود داره. حالا شکل ها متفاوته، هر کدوم رو خواستید کافیه که انتخاب کنید، اینجا توضیحاتش هست و در نهایت سلکت رو بزنید. خواستید بزرگتر ببینید یا دایمنشنش رو ببینید، این دایمنشناش هست، میخوام بزرگتر ببینم به این شکل. یک قسمت هم پایین داریم به استاندارد دارک اسکالا به این شکل. حالا استاندارد دین 18379، استاندارد جرمنی، استاندارد های یوکی، انگلیس به این شکل. حالا هر کدوم رو خواستین انتخاب میکنیم، سلکت رو میزنیم، اینجا اضافه شد به این شکل، توضیحاتش اینجا هست. خب اگرم نخواستید میتونید حذف کنید یا اینکه جابجا کنید ترتیبشو. حالا این دلیل اینکه این حالا move product up یا down رو گذاشتن به خاطر اینکه شما باید اولویت‌ها رو انتخاب کنید. ممکنه شما از یک تیپ زانوی چند مدل داشته باشید، این ترتیب رو میتونید اینجا داشته باشید. همینطور قسمت cap t branch ببینید استاندارد دین، ببین هر چی که انتخاب میکنی توی دسته خودش میده، حالت رکتانگولار، این حالا پیشفرض ها هستن دیگه، بر اساس شرکت های سازنده همینطور که مشاهده میکنید شکل های متفاوتی رو اینجا دارید. خب یه حالت حالا سبودیشه و قسمت های دیگه. سرچ هم میتونید سرچ کنید، خواستید اینجا قابلیت سرچ وجود داره، بر اساس کد میخوای سرچ کنید. کانکشن سایز، مثلا من دنبال کانکشن سایز مثلا 100 هستم، میتونید اینجا پیدا کنید، مستطیلی یا دایره ای شکل، توضیحات اگر داره اینجا بدید، کارخونه داره اینجا تو میتونید اعمال کنید، بنویسید، تایپ کنید و پیدا کنید. خواستید اینکه هم توضیح اینجا قسمت زبان هست، حالا کشورهای مختلف اینجا
وجود داره. خب و در نهایت اون موردی که خواستید سلکت میکنید و اضافه میشه. این حالا قسمت های دیگه است. حالا اگر نخواستید ریموو میزنید، اوکی، حذف میکنید. خب این توضیح راجع به این قسمت شد. اینها حالا به صورت پیشفرض هستش، یعنی پیشفرض نرم افزار. من یه لحظه اوکی رو میزنم از این قسمت.